این هفته نفرت برای فروش، تمیزکاری با ماورای بنفش و هیلو و بازی در زمینه ایکس باکس. این هفته میخوام بریم سراغ موضوعی که توی این برنامه قبلا بهش پرداختیم، یعنی درگیری شرکت‌های صاحب شبکه‌های اجتماعی با محتوای افراطی و نفرت آمیز. معمولا این اخبار رو درباره فیسبوک و توییتر و اخیراً تیک تاک زیاد میشنویم، اما اینا تنها تریبون ها برای پراکندن نظرات افراطی و نفرت آمیز نیستند. اخیراً اگر توی فروشگاه مشهور و بزرگ بگردید، به راحتی میشه محصولات راست افراطی و به هر حال اون دسته از محصولات نجات پرستانه رو به راحتی خریداری کرد. بررسی های ما نشون میده که اغلب الگوریتم خود این فروشگاه آنلاین محصولات نجات پرستانه رو که براشون سود مالی داره تبلیغ میکنند. میشه به الگوریتم تا جایی که قابلیت یادگیری داره آموخت مسئول تر باشه. در غیر این صورت این شرکت ها باید عملا دستشون رو ببرن بالا و بگن بله، اگه میخوای افراطی باشی ما کارتو راحت تر میکنیم. جنبش زندگی سیاهان مهم است، چشم خیلی ها رو باز کرده، نه فقط مردم بلکه شرکت ها رو. پس از مرگ جورج فلوید، مدیر عامل شرکت ها یکی یکی اعلام کردند که خودشون و سازمانشون از این جنبش حمایت میکنه، از جمله جف بزوس از آمازون و ساندر پیچای از گوگل. اما آیا این شرکت ها به حرفایی که میزنند عمل هم میکنند؟ اول بریم سراغ قهرمان بلا منازع فروش آنلاین، یعنی آمازون. احتمالاً باورتون نمیشه، ولی روی آمازون میشه پرچم قدرت سفید پوستان رو خرید. البته کسی اسمشو نمیذاره پرچم معتقدان به برتری سفید پوستان، ولی اگه روی گوگل جستجوی معکوس بکنید میبینید که دقیقاً همینه. توی آمازون همراه این پرچم یک پرچم نئونازی هم پیشنهاد میداد، به عنوان اینکه هر کی اون رو خریده این رو هم خریده. محتوای نئونازی هم روی آمازون موجود بود و اگه روی پرچم کلیک کنید محصولات دیگه مرتبط با نازی‌ها رو هم پیشنهاد میده. بعضی از نظراتی که مردم برای این پرچم ها گذاشتن منتقدان است. یک نفر نوشته بود حالم به هم خورد. یکی دیگه نوشته بود این پرچم نئونازی هاست. ولی بعضی دیگه خوشحال بودند. این کاربر نوشته پرچم جون میده برای راهپیمایی و تظاهرات و از آمازون برای فراهم کردن امکانش تشکر کرده. عجیب ترین قسمتش اینه که چقدر آسون میشه به جنسایی که مربوط به معتقدان به برتری سفیدپوستان هست رسید، بدون اینکه حتی یک کلمه راجع به برتری سفیدا نوشته باشی. باید به شرکت‌هایی که این الگوریتم‌ها رو می‌نویسن و به کارش می‌گیرن بگیم نمیشه بگن تقصیر ما نیست، تقصیر الگوریتمه. باید مدام رصد کنن الگوریتمشون چی به کاربر پیشنهاد میده و اگه لازمه تغییرات جزئی بدن تا کسی نتونه سامانه رو دور بزنه. یا از اون بدتر اینجوری نشه که یکی که دورادور با یه جریان افراطی آشناست صرفاً به این خاطر که الگوریتم به اون سمت هدایتش کرده جذبش بشه و بیشتر با اون جنبش یا خورده فرهنگ آشنا بشه. از این جور موارد توی آمازون خیلی زیاده، ولی علل حساب یکی رو به عنوان نمونه نشون میدیم. KKK یا همون کوکلاس کلان و یک فروشنده اینترنتی دیگه به اسم ویش. طبعا ویش کالایی که آشکارا مال KKK باشه نداره، ولی مثلا این کارتون دهه 60 رو داره و اگه روی کالاهای مرتبط کلیک کنید یهو با کلی جنس دیگه که به KKK مربوطند مواجه میشید. به جز اون پرچم نئونازی و حلقه قدرت سفید پوستان و چیزهای دیگه هم پیشنهاد میده. بازم هست. مثلا جنبش راست افراطی بوگالو بویز رو در نظر بگیرید. روی فیسبوک ممنوعه. در چند مورد اعضای گروه به جرایم تروریستی متهم شدند. حتی یک نفرشون متهمه که یک مقام دولتی رو کشته. ولی حالا اگه همین بوگالو رو توی وبسایت ویش بزنید کلی تجهیزات نظامی نشونتون میده. روی هیچ کدوم ننوشته بوگالو، ولی الگوریتم فکر میکنه احتمالاً شما اهل اسلحه هستید. تازه فقط این نیست. هر سه فروشگاه اینترنتی که بررسی کردیم، یعنی آمازون، گوگل و ویش، هر سه چیزهای مرتبط با بوگالو برای فروش داشتند. با اینکه این چیزها روی بسترهای دیگه ممنوعند. ولی الان هر سه شرکت این کالاها رو حذف کردند.
پاسخشون به ما این بود: اول آمازون که هر چی رو که نشون دادیم حذف کردند. کالاهایی که نام بردید دیگر موجود نیستند. و در مورد خطاکارانی که این کالاها را میفروختند و مقررات ما را نقض کردند، اقدام مقتضی صورت گرفته است. گوگل هم هر چی رو نشون دادیم حذف کرد. ما اجازه تبلیغ یا فروش به محصولاتی که محتوای شوکه کننده دارند یا به نفرت و تعصب و تبعیض و خشونت دامن میزنند نمیدهیم. پاسخ ویش هم این بود: ما به سختی در تلاشیم که این اقلام را حذف کنیم و تدابیر اضافی بیاندیشیم تا جلوی ظاهر شدن دوباره این اقلام را بگیرد. موضوع فقط شرکت‌هایی که ما بررسی کردیم نیست. بسیاری از فروشگاه‌های آنلاین محصولات مشکل‌دار می‌فروشند. پرسش اصلی اینه که چی باید عرضه بشه و چی نشه و اینکه این شرکت‌ها چجوری می‌تونن بسترهای عرضه کالا رو طوری مدیریت کنند که از نفرت پراکنی منفعت مالی نبرن. این هفته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا به عضویت اپ نیویورکی تریلر درآمد که رقیب تیک تاکه. ترامپ در روز اول 11,000 دنبال کننده پیدا کرد. اپل اولین شرکت خصوصی جهان شد که ارزش سهامش در بازار به 2 تریلیون دلار میرسه. سال گذشته قیمت سهام این شرکت 60% افزایش داشته. و محققین دانشگاه دلاور پوسته‌ای ساختن که میگن میتونه نقش رابط کاربری مناسبی بین انسان و هوش مصنوعی بازی کنه. این ماده جدید نوعی پلیمر به اسم پیدات که ارتباط قطعات الکترونیکی رو با پوست انسان تسهیل میکنه و میتونه به خلق سایبورگ‌های آینده کمک کنه. یک قایق خودران مأموریت 22 روزه نقشه برداری بخشی از کف اقیانوس اطلس رو تموم کرد. این کشتی 12 متری بدون سرنشین توسط سیکیت اینترنشنال ساخته شده و بخشی از بودجه مأموریتش توسط آژانس فضایی اروپا تأمین شده. و در آخر نظرتون در مورد یک ربات زبون دراز چیه؟ این ربات که از آفتاب پرست ها الهام گرفته میتونه اجسام رو بدون نزدیک شدن بهشون بگیره. زبون این ربات سریع کار میکنه و میتونه اجسامی تا 30 گرم رو از فاصله 80 سانتی در زمانی کمتر از 0.6 ثانیه بقاپه. ابزارکی که میخوام امروز بهتون معرفی کنم یک بلنگو یا اسپیکر است به نام دولینک. مثل هر بلنگوی همراه دیگه میشه اینور اونور برد و باهاش به موسیقی گوش کرد یا پادکست شنید یا هر کار دیگه باهاش کرد. اما نکتهش اینه که این بلنگو رو میشه از وسط دو تکه کرد و هر تکهش به طور مجزا کار میکنه. با بلوتوث به هم متصل هستند و میشه هر کسی یه تیکش رو برداره بره مثلا یه گوشه اتاق تو یک مهمونی به موسیقی که پخش میشه گوش بده. اما این اسپیکر در واقع جعبه شارژ یک جفت ایرباد هست. صدا رو میشه با لمس روی ایرباد گوش راست به بالا و پایین کم و زیاد کرد و همین حرکت روی ایرباد گوش چپ باعث سری جلو و عقب رفتن صدا میشه. کارهای دیگه ای مثل رفتن با آهنگ بعدی رو هم میشه با همین ایرباد انجام داد. علاوه بر این میکروفون رفع صدای مزاحم داره که با هوش مصنوعی کار میکنه. وزنش 212 گرمه و با 1.5 ساعت شارژ هم ایرباد و هم بلندگوش میتونن 6 ساعت کار کنند. اگه بخواید ایرباد رو فقط با باتری بخش جعبه شارژ کنید تا 7.5 بار میتونید این کار رو انجام بدید. و حالا که بحث ایربادها داغه، بریم سراغ یک ایرباد دیگه، ایرباد پیکسل گوگل که به تازگی بعد از 9 ماه تأخیر در اروپا عرضه شد. به همین بهانه همکارمون کریس فاکس رو فرستادیم به سراغ مقایسه این ایرباد با ایربادهای دیگه. ایربادهایی که میخواییم آزمایش کنیم اینان: پیکسل بادز گوگل، ایرباد پرو اپل و WF-1000XM3 محصول سونی که اسمش از خودش بزرگتره. این که تو گوشمه پیکسل باده. گوگل طوری طراحیش کرده که تخت باشن، از گوش بیرون نزنن و زیاد به چشم نیاد. اگه بخوای لباست رو در بیاری یا کلاه سرت باشه بهش گیر نمیکنه. شارژ هست مدل در جعبه خود ایرباد تعبیه شده. گوگل شبیه سنگ طراحیش کرده که خیلی قشنگه و راحت توی جیب کوچیک شلوار جین جا میشه. جعبه سونی با اون دوتا فرق داره. به نسبت خیلی بزرگه و من شخصا از اون رنگ طلایی روزی درش خیلی خوشم نمیاد، به خاطر اینکه رنگش داره میریزه.
اما مهمترین پرسش اینه که کیفیت صداشون چطوره. راستش من هیچ وقت آدمی که بخواد 200 پوند برای هدفون بده نبودم، تا اینکه حدود 2 سال پیش رئیسم راضیم کرد که این رو بخرم، چون کیفیت صدا و قابلیت حذف صداهای مزاحمش محشر بود. هرگز از این تصمیم پشیمون نشدم و هر روز توی مسیر کار رد و جاهای دیگه ازش استفاده کردم. ایرپاد سونی به لحاظ کیفیت صدا کمابیش همینه. وقتی ایرپاد پرو گرفتم خورد تو ذوقم. از همه این هدفون ها گرونتره ولی صداش به خوبی اینها نیست. کلن صداش یه مقدار بیروح‌تر بود. ایرپاد پیکسل هم از لحاظ تنین صوتی احتمالاً یه جایی بین این دوتاست، ولی یه مشکلی داره. هرچی باش گوش میدم، صدای حرف زدن باشه یا موسیقی، هرچی باشه تمام مدت یه صدای هیس یواش اون پشت هست. انگار داری آهنگ رو از نوار کاست گوش میدی، نه نسخه تمیز دیجیتال. و این صدا بیشتر از همیشه وقتی توی تخت با صدای پایین موسیقی گوش میدی محسوسه. البته همه متوجهش نمیشن. هم خونه من اصلا صدای هیس نمیشنید، ولی من چرا؟ روی پخش پیام‌های گوگل هم خیلی ها به همین اعتراض کرده بودن. برای کالایی که با صدا و گوش سر و کار داره، این یک ایراد اساسی به شمار میاد. یه چیز عجیب دیگه ایرباد گوگل اینه که فناوری حذف صدای مزاحم نداره، در حالی که هم ایرباد سونی و هم اپل پرو با توجه به اینکه اینقدر ریزن صداهای مزاحم رو خیلی خوب حذف میکنن. ایرباد پیکسل جز گرون‌ترین ایرباداست و آدم انتظار داره این امکان رو داشته باشه. یه نگاهی هم بندازیم به ویژگی‌های دیگه‌شون. از نظر دوام به باتری سونی اوله، ولی من هیچ وقت با هیچ کدومشون مشکل تموم شدن باتری نداشتم، چون همشون تا وقتی توی جعبه‌ن شارژ میشن. ایرباد پیکسل و اپل پرو امتیاز اضافی هم دارن که جعبه شارژشون وایرلسه، ضمن اینکه هر دو ضد تعرقن، ولی سونی نیست. هرچند من همیشه توی باشگاه میذاشتم تو گوشم و هنوز چیزشون نشده. یه نکته کوچیکی که خیلی خوشم اومد که پیکسل رعایت کرده، صدای بوقیه که وقت تموم شدن باتری ازش در میاد، به بلندی صدای آهنگی که داری گوش میدی. وقتی داری میخوابی این نکته خیلی مهمه، ولی صدای هشدار باتری ایرباد اپل به علتی که معلوم نیست چرا خیلی بلنده. حتی وقتی داری با کمترین صدا آهنگ گوش میدی، بوق بلندیه. بارها شده که اینا تو گوشم بوده و خوابم برده، بعد یهو و هر بار وحشت زده از خواب میپرم. جناب اپل این ماجرا رو درست کن. اما واقعیت اینه که این ایراد در مقابل صدای هیس که ایرباد پیکسل میده ایراد کوچیکیه. گوگل میگه صدای هیس نادره و نرم افزارش که به روز بشه حل میشه. ولی این مدل 4-5 ماه پیش توی آمریکا به بازار اومد و صدای هیس هنوز درست نشده. باید منتظر بمونیم ببینیم کی درست میشه. بعد از چند ماه قرنطینه و انزوا، حتی تصور رفتن به فرودگاه آدم رو یکم میترسونه، چه برسه به اینکه آدم بخواد سوار هواپیما بشه. برای این بخش از برنامه رفتیم به فرودگاه هیترو تا ببینیم که اونا برای ایجاد یک محیط کم خطر برای مسافران چه کار کردند. از این ربات‌ها قبلا برای کشتن عفونت‌های بیمارستانی استفاده می‌کردند، ولی حالا توی هر کدوم از پایان‌های فرودگاه هیترو یه دونه گذاشتند که ضد عفونی کنه. خودش مسیرش رو تعیین می‌کنه و تمرکز می‌کنه روی جاهایی که آدم‌ها بیشتر دست می‌زنند. برای ضد عفونی از نور ماورا بنفش استفاده می‌کنه که ویروس‌ها بهش ایمن نیستن. این نور جلوی تکثیر ویروس رو می‌گیره و عملاً می‌کشدش. تنها جایی که میشد با رعایت مسائل ایمنی دید که چطور کار میکنه از پشت پنجره این اتاق کنفرانس بود. ظاهراً چند ثانیه اول که روشن، اتاق یک بوی شبیه سوختگی پوست میده که احتمالاً به خاطر چیزایی که گوشه و کنار اتاق مونده. در نتیجه برای اینکه سوختگی ایجاد نشه، باید وقتی که هیچ کس نیست کار کنه. حسگرهای حرکت سنج و لرزه سنجش دوباره بررسی میکنند تا کسی غیر منتظره وارد نشده باشه. حسنش اینه که خیلی سریعه. شما این فرودگاه رو در نظر بگیر، این ربات 18000 متر مربع رو در حدود 2.5 ساعت ضد عفونی میکنه. ضد عفونی میکنه ها، تمیز نمیکنه. بنابراین میشه اول فرستادش توی دستشویی که ضد عفونی کنه تا بعدش نظافتچی بتونه بره تو تمیز کنه. به نظر میرسه کل مسیری که در فرودگاه میریم هم با دقت انتخاب شده. برچسب روی دکمه های آسانسور، لایه حفاظتی دور دسته های پله برقی. فرض کنین اسپری ضد عفونی رو از منظر ویروس میبینین. اینو میبندین دور دسته پله برقی و عملاً تا چند ماه خیالتون راحته که وقتی لمسش کنین ویروس نداره. بعد کاری که میکنیم اینه که به لحاظ فنی نظارت میکنیم. یعنی گروه فنی ما مرتب بررسی میکنن که روی هر کدوم از این نقاطی که دست مردم زیاد میخوره چقدر ویروس هست. در این حال بررسی میکنن که اون لایه حفاظتی همچنان کارایی کاملی داره یا نه.
در چند جای مختلف اینو استفاده می‌کنیم. روی دکمه آسانسورها، روی پله برقی‌ها و البته روی دسته چرخ دستی‌ها که واقعاً مهمه. علاوه بر این ماسک هم برای همه اجباریه. شیبه های ایمنی دیگه هم داره آزمایش میشه. از جمله یک سامانه تشخیص با دوربین که دمای بدن افراد رو اندازه میگیره. تنها چیزی که جاش خالیه و البته تعجبی هم نداره که جاش خالیه، مسافره. بازی گستاف سوشیما در 3 روز اول 2,400,000 نسخه فروش رفت. اولین بازی PS4 هست که در ارائه اولیه‌اش و در فروش نخستش این میزان فروشش با سرعت بالا رفت. اما اونطور که علیرضا واصفی میگه، بسیاری از گیمرها به همین سرعت که این فروش بالا میرفت ازش ناامید شدند. گستاف سوشیما، داستان بازی توی قرن 13 میلادی توی جزیره سوشیما اتفاق میفته. وقتی مغول‌ها به اونجا حمله میکنن و همه رو میکشن. اما قهرمان بازی که سخت زخمی شده یه جورایی نجات پیدا میکنه و سعی میکنه بره و با مغول‌ها بجنگه. این بازی اختصاصی سونی یه نقشه بزرگ داره که میشه ماموریت‌ها رو روش انتخاب کنید و برید سراغشون، که حالا شکست دادن یه سرداریه یا آزاد کردن یه قلعه است یا بخشی از داستان بازی. Welcome back. اولش که این بازی رو شروع کردم گفتم آخ جون، این یه بازیه تو مایه های ویچر. ولی یکم که بازی کردم دیدم ایداد ویداد خیلی کیفیتش پایین تر و نازل تره از نظر ماموریت ها و علل خصوص داستان. به خاطر همین بیشتر میشه با سری اساسینز کرید ها مقایسش کرد. یک بازی گنده اوپن ورلد که کارگردانش میخواسته یک محیط تاریخی رو بازسازی کنه، اما یه نوآوری های ظریفی توش داره که آدمو به وجد میاره. مثلا برای راهنمایی مسیری که انتخاب کردید، به جای براق شدن جاده یا یه خط و فلش، شما باید با باد هم مسیر بشید تا به مقصد برسید. واسه همین جاده خیلی مفهومی نداره. مسیر وزش باد رو از روی چمنها یا شکوفایی که دارن روی باد شنا میکنن میتونید ببینید. یکی از فرقهای بزرگ این بازی با گیم‌های مشابهش توی نبردهاشه. معمولاً توی این سبک بازی‌ها شما میتونید روی هدفتون قفل کنید، ولی اینجا نمیشه. یکی از اشکالات بزرگش اینه که مثلا اینجا که دارم سعی میکنم برم اون تیراندازه رو بکشم، چون قبلش واسه این سپریه یه تیزی کشیده، کاراکترم به سمت هدف جدید بر نمیگرده. و چون معمولاً دشمن‌های این بازی با بچه محله‌شون می‌ریزن سرت، علت دوام داری علابختکی واسه خودت می‌جنگی. یعنی هی دکمه رو می‌زنی به یکی می‌خوره دیگه. برعکس بازی‌های توی این سبک، یعنی سامورایی و ژاپنی، که لباس‌ها کلی رنگ دارن، شمشیر و کمان و بقیه وسایل جنگیتون کلی جزئیات دارن، اینجا خبری از این همه جزئیات نه توی انیمیشن هست نه توی بخش آپگرید‌های اسلحه و لباساتون. با اینکه سعی شده کمبوهای مختلفی رو برای بازی تعریف کنن، اما در نهایت خیلی منتظر نبردهای هیجان انگیزی نباشید. اصولاً بازی خیلی راحتیه که هر کسی به راحتی میتونه بازیش کنه. بازی به این گندگی برای تعریف کردن یه عالمه قصه کوچیک و بزرگ بیشتر از صدا استفاده میکنه و خبری از تصویرسازی برای گفتن داستانا نیست. معمولا دوربین از کاراکترهای ثابت فقط از زوایای مختلف نماهایی نشون میده، که این کمکاری تیم سازنده رو اوریان به رخ میکشه. این کم بودن جزئیات رو توی محیط و حرکت کاراکترها هم میشه دید. انقدر گل درشته که سریع میشه فهمید چقدر سمپل ها و حرکت هایی که ضبط شده تا به هم بچسبن و حس روونی به حرکت کاراکترها بدن کم هستش. Sorry about Lord Shimura. He was a good man. از نکته‌های باحالی که به نظرم اومد، صدا و بازی صداپیشه‌های بازی بود. Have you seen the birds, Lord Sakai? صداشون که خدا رو شکر انگلیسی هم هست، خیلی خوب ایفای نقش می‌کنن. If Sensei Ishikawa was alive,
I hear he has a fine collection of weapons. با تمام مزیت‌ها و اشکالاتش این بازی تونست رکورد گنده‌ای رو واسه سونی بزنه. 2,400,000 نسخه رو توی دنیا تونست 3 روزه بفروشه. این یعنی خیلی ها مثل من منتظر اومدنش بودن. اما لزوماً همشون اونقدر که فکر می‌کردن از بازی لذت نبردن. بخش بعدی به درد خوره‌های بازی‌های کامپیوتری می‌خوره که منتظر نسل بعدی کنسول‌ها هستند. سوال اصلی همیشه این بوده: پلی‌استیشن یا ایکس باکس؟ اما جوابش بستگی به بازی‌هایی داره که به طور اختصاصی برای این کنسول‌ها تولید می‌شن. بازی‌هایی که برای PS5 تولید شدند به اعتراف اهل فن عالی هستند، اما هنوز ایکس باکس چیزی که بتونه بازیکن‌ها رو به هیجان بندازه انگار تولید نکرده. اما همه چی ممکنه عوض بشه، اونم به لطف بزرگترین بازی که قرارداد اختصاصی با ایکس باکس داره، یعنی هیلو. قهرمان هیلو یعنی ماستر چیف، سلاح نچندان پنهان ایکس باکس در رقابت با نسل بعدی پلی استیشنه. آخرین بازی مجموعه یعنی هیلو اینفینیت حول شخصیت محوری ماستر چیف میگذره که این بار با دشمنی به اسم آشروم میجنگه که فرمانده طرد شدگانه. برای کسب اطلاعات بیشتر رفتیم سراغ بانی راس که مسئول کل پروژه هیلو در مایکروسافته و فیل اسپنسر رئیس ایکس باکس، و ازشون در مورد ماستر چیف بعدی پرسیدیم. نکته اول که بدیهیه اینه که توان پردازش 10 برابر شده، ولی برای ما فضای داستان مهمه، حس تعلیق و ناباوری. قبلا هم در این مورد حرف زدیم، نه فقط در مورد هیلو، کلن در مورد بازی‌های کامپیوتری، در مورد عملیات. اینکه چطور انتخاب بازیکن یکی از اون چیزهاییه که واقعا آدم رو به بازی وصل میکنه. به نظرم الان شما به عنوان مستر چیف انتخاب‌های بیشتری در بازی داری که به نظرم در دراز مدت روندی که شما را بیشتر به قصه وصل می‌کنه. از هر جهت حساب کنید، بازی هیلو اینفینیت بزرگترین و مهمترین بازیی که با ایکس باکس جدید رونمایی شده. تا زمان تهیه این گزارش، مجموعه بازی‌های هیلو 77 میلیون نسخه معادل حدود 5.5 میلیارد پوند فروخته. اولین بازی هیلو، کامبت ایوولد، سال 2001 همراه اولین ایکس باکس اومد بیرون. سازنده شرکت بانجی بود که ترکیبی از روایت سینمایی و نبرد لذت بخش و به نسبت دوران خودش تصاویر بسیار دیدنی ارائه کرد. قسمت‌های دوم و سوم بازی رو هم بانجی تولید کرد، ولی بعد از مایکروسافت جدا شد و خودش بازی علمی تخیلی و بزنبکشی سرنوشت یا دستنی رو تولید کرد. در نتیجه تولید قسمت‌های 4 و 5 هیلو واگذار شد به 343 اینداستریز که هر دو به لحاظ فروش بازی‌های موفقی بودند، هرچند واکنش طرفدارها بهشون متفاوت بود. به نظرم داستان هیلو 4 داستان قشنگی بود. من شخصا خیلی راضیم از محصولی که ارائه کردیم، ولی فکر میکنم تو حالت چند نفره ضعیف عمل کردیم. به نظرم ایراد کارمون این بود که به جای اینکه روی خود هیلو تمرکز کنیم، هی حواسمون به این بود که تو بازی‌های دیگه چه کارهایی شده و ما هم سعی کنیم همون کارو بکنیم. تو هیلو 5 شیوه یادگیریمون رو برعکس کردیم. به نظرم قصه هیلو 5 هم قصه خوبیه، نمیگم شاهکاره، به خصوص اگر تمرکز داستان فقط روی مستر چیف باشه. به نظرم برای حالت چند نفره واقعا گل کاشتیم، ولی میگن تا سه نشه بازی نشه. امیدوارم از دو تجربه قبلی درس گرفته باشیم و ترکیبی ارائه داده باشیم که از هر جهت کامل باشه. هیلو اینفینیت بازی جدید روی کنسول جدید، در نتیجه اسباب بازی مستر چیف هم اضافه شده، از جمله این گرپل شات و این دراپ شیلد که مثل یک سپر موقتی عمل میکنه. البته کلی از سلاح‌های محبوب همچنان هستند. مایکروسافت به جز هیلو اینفینیت چند تا بازی دیگه هم با سری جدید ایکس رو نمایی کرد. اونی که به نظر ما برجسته تر بود اینه. یه بازی جدید فبل که این بار دادن شرکت پلی‌گراند گیمز بسازه. همون شرکتی که قبلاً فورزا هورایزن رو ساخته بود.
حرف فورزا شد، یه مسابقه اتومبیل رانی فورزا هم برای کنسول جدید ایکس باکس تولید شده که تصویراش واقعا تمیزه. با این تفاصیل به نظر میرسه ایکس باکس داره به روزهای اوجش برمیگرده. باید وایسیم ببینیم آخر سال که سری ایکس میاد بیرون حریف پلی استیشن 5 میشه یا نه. خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید. به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. این برنامه و برنامه‌های پیشین ما در فهرستی به نام کلیک در کانال یوتیوب BBC فارسی موجود هستند. با ما در تماس باشید از روی ایمیل persianclick@bbc.co.uk و از روی توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.